جبی بود داشتن در مغزه شده آره پسر قد بلند بود هیچ کس هم از آخه سر دروره اما انتقام همه بگی مرکز مرکز یک مورد تصادف منجر به مرگ در موقعیت 573 اتفاق افتاده. مورد مشکوک به قتله. مظنون به نام غلام حسین سالار از موقعیت فرار کرده. لطفاً همکاران پلیس راهور رو به محل حادثه اعزام بفرمایید. متشکرم. خب الان وقتشه که قصت حسامو تعریف کنی. از کجاش؟ از همونجا که با مخیش جاسم در اومدی. خودش میگفت پدر خونده. خب من برای انتقام خون خانوادم اومدم اینجا. نمیفهمم پس این وسط قانون چی کار است؟ قانون اگه میتونست بعد سالها پیش تکلیف این ماجرا رو روشن میکرد که نکرد. به نظر تو سالار جاسمو کشته؟ من دیگه این مدت انقدر اتفاقای عجیب و غریب دیدم که چیزی تعجب نمی کنم. ولی بعید میدونم چرا باید سالار جاسمو بکشه. چرا نباید بکشه؟ خب الان کل قصت رو مو به مو واسه من تعریف کن بدون اینکه چیزی رو از قلم بندازی.
همه چیز روشن جز یه چیز. اونی که میگی توی تهران جاسم ازش پول میگرفت. من هیچ وقت اسمشو نپرسیدم. فکر میکنم یه بیزینسمن بود. تا حالا اسم پوردلجو به گوشت خورده؟ فرهاد پوردلجو. من هیچ وقت تو کارهای جاسم قاطی نمیشدم. نمیدونم. ببین برادر من، هر چقدرم که فکر میکنی بیرون موندی مهم نیست. مهم اینه که الان وسط ماجرا گیر افتادی. حتی اگه جاسم مرده باشه. جاسم، وقتی که داشت میمود یه چیزی بهت گفت. اون مطمئن بود سالار همون داووده. ازم خواست کار نیمه تمومش رو تموم کنم. فکر میکنی منطقی الان ولت کنم بری؟ مجرمم؟ درسته که خودتو کشیدی کنار، اما آقای سمی این دلیل نمیشه که همیشه فکر کنی خوش شانس میمونی. سرگرد، من اصلا به شانس اعتقادی ندارم. منم این شما به همین دلیل گفتم نمیشه. یه بار به ما اعتماد نکردی و خواستی خودت قانون اجرا کنی. دفعه بعد این کارو نکن. روشنه؟ دفعه بعدی وجود نداره. من برمیگردم سر زندگی قبلیم. دیگه منو نمیبینید. خیلی خوب، آزادی. اما در دسترس باش. من دیگه سرم تو لاک خودمه. چشم، در دسترسم. نرفتید؟ گفتم شاید دیگه همدیگر رو نبینیم. با یه پدر مظنون به قتل و دوستایی که تازه فهمیدی بیدلی سر و کلشون تو زندگیت پیدا نشده، میخوام تنها باشم. این یعنی محترمانه از زندگیتون برم بیرون؟ بعید میدونم دیگه جایی از زندگی سر راه هم دیگه قرار بگیریم. مدرسه هم که گفتین دیگه نمیان. استعفام قبوله؟ اینجوری برای هر دوتا هم بهتر. پس وقت خداحافظیه دیگه. با این حال و روزی که هممون داریم، آره وقت خداحافظیه. بازم برای همه کمک هایی که بهم کردی ازت ممنونم. دیگه واقعا نمیدونم چی رو باید باور کنم چی رو باور نکنم. خداحافظ. خداحافظ.
بله. بذار بیاد. آره. بفرمایید. سلام. سلام آقای ابریشمی. ببخشید مزاحمتون شدم. اومدم یه مطلبی رو بگم. میدونین؟ میدونم. خبر دارم. جاسم مرده. چرا اینقدر تقلا میکنی؟ جاسم مرده؟ مگه نیومد اینو به من بگی؟ همه چی داره با هم خراب میشه. چی شده ابریشمی؟ دارن علیه شما یه پرونده پروپیمون میسازن. تا الان هم دو تا از اون قراردادایی که به اسم شرکت بین‌المللی امضا کردین و تو سیستم ثبت نشده رو پیدا کردن. داری چی میگی تو ها؟ اون LCI که برای شرکت باربری مروارید باز کردین. کی فهمید؟ بکتاش. دیگه کی میدونه؟ سولتی هم مثل یه مار زخمی داره به خودش میپیچه. همه نزدیکاشو بسیج کرده علیه شما، هرچی مدرک میتونن جمع کنن. من پام گیره. تو واسه چی هلورت داشته؟ شما خودتون گفتیم ما همه توی یه قایقیم، اگه غرق بشه با هم غرق میشیم. تو کارتو خوب انجام دادی. از اون قرار فقط من خبر داشتم و تو و جاسم، درسته؟ الان کی مونده؟ خودم و خودت. من رفقامو تا زمانی که رفیقم بمونن از دست نمیدم. برگرد دفتر، هر خبری شد به من بگو. نمیخوام چیزی به دستشون برسه که من بیخبر باشم. چشم. سالار چی کارش کنم؟ یکی باید به خود سالار کمک بکنه. نترس. برگرد دفتر. بشو همون پسر مؤدب همیشه گی. کسی با تو کاری نداره. برو. سلام. یه چهار تا از این بیسکویت ها به من بده. چهار تا. خدافظ.
به شیرین آب. مای مدنی مای آب دستشویی آب دستشویی. سلام، من اومدم خرمشهر. دیگه داشت خیلی دیر میشد، باید زودتر از اینا میمدم. خیلی زودتر از اینا. میدونم دیگه برای خداحافظی نرسیدم. پلیسا چی میگن؟ اصلا میدونی از وقتی رفتی چه اتفاقاتی اینجا افتاده؟ جاسم مرده، میگن تنها مظنونش هم تویی. چی کار داری میکنی حسین؟ چطوری مرده؟ بهشون بگو حسین سالار از دست کسی فرار نمیکنه. من جاسمو دیدم، باش قرار داشتم، یه چیزایی میگفت، یه خبرهایی داشت که اگه واقعیت داشته باشه. خیلی خوب حسین، پس اون کاریو بکن که فکر میکنی درسته. من کنارتم، با گذشتت روبرو شو، تا آخریشم برو. الان دیگه وقت صلح کردن نیست. همون حسینی باش که من میشناسم. بهشون میگم که تو از دست هیچ کس فرار نکردی. تو هم ثابت کن بیگناهی. این قصه رو تمومش کن. ببخشید. پخ تموم شد. نون نمیخوام. اومدم دنبال یه نشونی. اهل اینجا نیستی؟ نه. از تهران اومدم. دنبال خونه پوشایی میگردم. پوشایی؟ دیگه کسی ازشون نمونده. میشناختیشون؟ کارت چیه؟ دنبال داوود میگردم، رفیقم بود. تو کی هستی؟ گفتم که یه دوست. داوود دوستی نداشت، همه شناس بودن. بعد از اون ماجرا و جنگم به کلی گم و گور شد، دیگه خبری ازش نشد. که می بزنم خود داووده. آخر رفیقاش بهش می گفتن داوود پاپتی. آماده می شد، لخت می شد، می پرید تو دلشت. ای روزگار، ازش خبر داری؟ این عکسم فکر کنم باید بعد از گم شدنش باشه. 60-64 منم گمش کردم. پس زنده مونده و همه رو قال گذاشته. چی به سرش اومد؟ کجا رفته؟ چرا یه قصد سر و سراغشی میگیری تو؟ بابا جون ماجرا مال 30 سال پیشه. یه کار خانوادگیه، اومدم خانوادش پیدا کنم، یا اگه شد خودشو. خودشی که نمیدونم کجا. میگن افتاد تو کار خلاف. شنیدم اول جنگ تو ماجرای قتل خواجه بدر نفر اول بوده و تمام اموال و دارایش هم به تاراج برده. ما باورم نمیشه از همچی پدری یه همچی بچه‌ای به بار بیاد. خدا باورم نمیشه. اما مردم میگفتن حقیقته. بعد از این ماجراها دیگه خبری ازش نشد. میگن یه سری مهاجرت کرده به دبی و اترفا. بعضی ها میگن که یه زندگی شاهانهی به هم زده. عده‌ای هم میگفتن شاید سقط کرده باشه، کسی چه میدونه.
پدر مادرش چی؟ پدر مادرش والا بعد از جنگ اومدن اینجا. البته فقط پدرش اومده. مادرش که همون روزای اول جنگ عمرش داد به شما. خدا رحمتش کنه. پدرش هم بعد از مدت‌ها که اومده بود اینجا تنها بود. آدم مؤمن و متدینی بود. حلال و حرام هم می‌شناخت. ماجرای داوود خیلی براش گرون تموم شده بود. کمرش شکوند، داغونش کرد. پلیسای چند مرحله‌ای برای تحقیقات اومدن سراغش. ولی فایده‌ای نداشت. معاون خواجه بعد از جنگ این پیرمرد از شرکت کشتیرانی بدر اخراج کرد. بهش گفت قد کردید و باز می‌خواید نونشو بخورید. 10 سال پیش این پیرمرد از تنهایی مرد. تو همین خونش. خدا بیامرزش. تو به چم شانس نیورد. اساسای خونش هم هر چی بود و نبود یکی دو بار اومدن بار زدن و بردن. خونش هم که الان افتاده همینجا. همین کوچه پشتیه. از داوود چیز دیگه ای نشنیدی؟ چیزی یا کسی که کمکم کنه پیداش کنم؟ نه، الان دیگه اینجا کسی به یادش نمیاره. پسر خیلی خوبی بودا. تا اینکه افتاد تو رفاقت با دار و دسته جاسم. جاهلگی میکرد برای خودش. اما خیلی بامران بود. حیف، حیف. میگم از این پیرمرده طلب داری؟ بحث مالیه؟ نه اتفاقا. بهش بده کارم. خیلی. تابوت کسی سراغی ازش نمیگرفت. جز برای آزار و اذیت. ای کاش زودتر اومده بودی. قربان از لای حرفای این پسره چطور متوجه شدیم پر دلجوه؟ مطمئن این همون سرمایه گذاریه که داشت از جاسم توی تهران حمایت میکرد؟ من مطمئنیم که مرگ جاسم اتفاقی نیست. قربان اینا الان داریم به من میگین. ما فقط یه پلاک داریم که اونم از دوربینای مداربسته راهنمای رانندگیه. عاقل باش سورتیج، عاقل باش. چطور روزی که جاسم جشن گرفته و اینقدر خودشو علنی به نمایش گذاشته کشته میشه؟ اون پلاک هیچ وقت پیدا نمیشه سورتیج، هیچ وقت. جاسم امروز کشته شده. توسط کی نمیدونم. قربان شما هنوز جواب سوال اولمو ندادین. دختر سالار بهم گفت از جاسم شنیده که دختر واقعی سالار نیست. به نظرت جاسم از کجا میتونسته رازی رو که این همه سال از یه عضو خانواده مخفی شده بهش بگه؟ واضحه قربان. خب جاسم خیلی چیز از سالار میدونسته. اینم یکیش. نه سورتش نه. اون بعد اتفاقای خرمشهر عمده دهه 60 تو زندون بود. اصلا گذرش به تهران نیفتاده سورتیج. بعدم اگه رد سالار رو زده بود زودتر از اینا میومد دنبالش. نه، این اطلاعات فقط از یه طریق میتونسته به جاسم گفته شده باشه. پور دلجو. پدر پور دلجو رفیق گرما و گلستان سالار بوده. میتونسته از این راست خبر داشته باشه و به پسرش گفته باشه. اگه پور دلجوی همچین برگ برندهی دستش بوده چرا خودش نرفته آروم به سالار بگه که اون خودشو بکشه کنار؟ چون نمیخواسته دستش به این ماجرا آلوده بشه. این فقط ظاهر قضیه است. سورتیج یه خورده بیشتر فکر کن. این ماجرا فقط ماجرای پور دلجو نیست. یعنی چی قربان؟ ببین جاسم و پور دلجو آدمایی نیستن که سر یه سفره به این نقطه مشترک برسن. اصولا پور دلجو از آدمای شبیه به جاسم خوشش نمیاد، ازشون دوری میکنه. به نظر من صحبت یک کس دیگه است، یه چیز بزرگتر، یه به آدم بزرگتر. کسی که از زمین خوردن سالار
بیشتر از جاسم و پودرجو نفع میبره. قرآن چرا پس سالار جاسمو کشت؟ سوتیش اون داوود، من مطمئنم. یه چیزی تو این دیوار کمه. این قصه یه قصه نیمه تمومه سوتیش. خب من که چیزی کم نمیبینم. یه سر این قصه میرسه به گذشته. سوتیش، سوتیش، یه تیکه از این پازل کمه. وقتی اون پسره داشت از گذشته حرف میزد، من داشتم تو خرمشهر میچرخیدم. خودم اینجا بودم، اما ذهنم اونجا بود. پیداش میکنم. قربان حق با شما بود. ماشین زارب جاسم قربان پیدا شده. یه ماشین سوخته با یه پلاک جعلی نزدیک رودخونه سمت کرج. باید بفهمیم سورتیج کی از خوشحالی جاسم بیشتر ناراحت می‌شده. حدس اول سالار قربان. شاید حدس اول بهترین حدس باشه. داوود بیشتر از هر کس دیگه از زنده بودن جاسم ضرر میکرد.
آقای پردلجو هست؟ مهمون دارن شما؟ همسرشم. ببخشی نشناختم. مهم نیست. بهش بگو من بیرون منتظرشم. چشم، بفرمایید. جناب پردلجو، خانمتون اینجا هستن. بله بله. آقای جبلی خیلی خوش آمدید. ممنون از محبت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام.
منشی کوچولوت حسابی از دیدنم جا خورد. گمونم انتظار دیدن یه دیو دو سر به جای زنت داشت، نه؟ ناپریزی فرمودید. شما کجا، دفتر من کجا؟ دارم از پیش کامیار میام. دوباره رفتم دیدنش. چقدر دیگه باید بمونه؟ پرش رفته، کمش مونده. حالش داره خوب میشه. میخوام برش گردونم. باید بالا سرش باشم. میخوای این کارو بکنی؟ ترجیحاً با رضایت تو. ترجیحاً با رضایت من؟ یعنی بدون رضایت منم این کارو انجام میدی؟ باشه، بکن. یعنی مخالفتی نداری؟ ما حرفامونو با هم زدیم، سنگامونم با هم واکندیم. امیدوار بودم نظر توس شده باشه. همیشه یه زندگیم این امیدواری رو دربارت داشتم و دارم. شایدم بشه، شایدم اصلا همه چی عوض بشه. چیزی شده فرهاد؟ نه، الان مشکل من اینه که دیگه وقت جنگ و جدل باهات ندارم. فعلا بازی دست تو، سر موقعش بر میگردم تو بازی. چرا یه وقتایی هنوز دربارت انتظار معجزه دارم؟ چرا باورم نمیشه همینی؟ بند احفند، خوش خویا. سلام عمو. سلام علیکم. خدا قوت. اشکرک. دنبال خونه خواجه بدر میگردم، شنیدم این دوربر زندگی میکنه. کی؟ خواجه بدر؟ بله، صاحب بزرگترین کشتی رانی کارون. کی کلی بشناستش عمو؟ پولدارترین مرد خوزستان بود، ولی خواهی مال خیلی سالا پیشه. بله بله، میدونم. پولش زیاد بود، اقبالش کم بود. 30 سال پیش خودش و خانوادش همه کشته شد. من دنبال خونش میگردم. خونش؟
از خونش چیزی نمونده عمو، یه خرابن. میگن شبا صدای زجه خونوادهش از همه زمین سوخته تو نخلا میشنون. همشون بدر و خونوادهش سلاخی شدن عمو. میدونی چطوری کشته شد؟ از قار اصحاب کهف اومدی عمو؟ قصه بدر و خونوادهش همه مردم خرمشهر میدونن. بذار ببینم، به قیافت نمیاد باسبان باشی؟ نه نیستم. غارتش کردن عمو، غارتش کردن. درست همون روزی که میخواست از خرمشهر بره، سه چهار تا اراذل اوباش ثروتش هم برده. اونا کی بوده؟ اراذل عمو، یه مش بی شرف، یه مش از خدا بی خبر. اسمشونو یادته؟ سالای شب اول قبر میپرسی ازم؟ ابا این مال 30 سال پیش بود. سب کن. اسم سرکردشون جاسم سربندی بود. جاسم سربندی و یکی دیگه از همه کلب گنده ها. اسمش چی بود؟ مرزوق. همین بود. دیگه کی بود؟ بابا چه میدونم من، حل سعال میکنی؟ داوود پوشایی چی؟ احسنت خویه، پسر قاسم پوشایی، خدا بیامرزتش. بعد از جنگ برگشت شهر، ولی این کار پسرش، این داغی که به دلش گذاشت پیرش کرد. اصلا دیگه روش نمیشد سرش جلو مردم بیاره بالا. خدا بیامرزتش. از خانواده خواجه کسی نمونده؟ نه هیچ که عمو، فقط میگن یه پسر کوچک داره و کسی هم ندیدتش. سوالات چی از من میپرسی تو؟ هی نگفتی که هستی؟ برای چی اقدر از من میپرسی؟ داوود منم، داوود پوشایی. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ حداقل یه بار فرصت دفاع کردن با آدم ها بده. من 10 بار بهت زنگ زدم، تو مدرسه هم که هرچی میخوام با آد صحبت بکنم که اصلا من هیچی. امیرعلی هممونو زله کرده، همش سراغ تو رو میگیره. عادت داری دیگه، آدم ها رو اهلی خودت میکنی بعد میذاری میری. بیا تو. خوش اومدی سعید. خیلی ممنون. ببخشید اینجا به هم ریخته است. آقا ما هممون همین جوریم، نیازی نیست جمع و جور کنیم. نه میذارم اینجا، بعدم برمیدارم. خب چیزی میخوری سعید؟ نه یه دقیقه بیا بشین، کارت دارم. تعارف میکنی؟ آقا کارت دارم، یه دقیقه بشین. خیر باشه. من این همه پشت تلفن برات قصه تعریف کردم، شما یه زنگ به من میزدی، اگه فوش من میدادی ناراحت نمیشدم، میگفتم حداقل حرفامو شنیده. دوست داری چی بشنوی؟ مرا من گیر کردم،
به خدا دست خودم نیست. ببین هر چیزی که به هر طریقی یه ورش به لیلا سالار مربوط میشه منو دیوونه میکنه. بابا تو رفیق من بودی، من فکر نمیکردم تو هم دیگه این وسط. هیچی بین ما نبوده و نیست. تو هم اگه مرد میدونی بسم الله، ولی بی حسادت، بدون این رفتارهای بچگونه. سعید تو مرد خوبی هستی، لیلا سالارم لیاقت یه مرد خوب مثل تو رو داره، یه مردی که بتونه دوستش داشته باشه. حالا اگه هستی برو جلو و باش حرف بزن. مطمئن باش اون مانعی هم که فکر میکنی من نیستم. یه چای داغ دبش میخوری؟ دست درد نکن. میگم مهران جای باحالی داری یا؟ شوخی میکنی؟ دیگه از اینجا درب و داغونتر هم مگه میشه؟ ها بابا خیلی باحاله. برو ببین دوبلکس ها. ایراد نداره؟ نه بابا چه ایرادی داره؟ راحت باش. جاسم مرد، ولی ما یه خورده حسابی با هم داریم که باید تصفیه شه. چه خبره اینجا؟ سعید تو دخالت نکن. به تو ربطی نداره، یه مسئله خصوصیه. ما الان زنگ میزنم به پلیس. بشیم بینی با پچون خان. بلش کن. چی شد؟ چی نشد؟ تکو نخور، زنگ بزنم اورژانس. خواستم دخل تو بیارم. تو نباید خودتو قاطی میکردی. بی حساب شدیم.